سلام، علی هستم. به کانال سکوت خوش آمدید. امروز میخوام براتون ماجرای یکی از جنجالی ترین و مشهورترین پرونده های ایران رو تعریف کنم. اتفاقی که به شدت جامعه اون روز ایران رو تکون داد و باعث شد که مردم در سراسر کشور از شنیدن جزئیات این قتل بهت زده بشن. ماجرای قتل روح الله داداشی اگرچه تبعات گسترده و پر التهابی داشت، اما داستانش خیلی ساده و البته تأسف بار بود. نمیدانی به قلب ما چه ها رفت، چه داغی نازنین بر قلب ما رفت. تمام عمر میگریم بر این داغ که در یک لحظه عمرت بر فنا رفت. در ساعت 11:30 شب 26 تیر ماه سال 1390 در یکی از خیابون‌های کرج با به زمین افتادن یک جوان عظیم الجثه و قوی، ناگهان توی خیابون جوی خون بزرگی به راه افتاد. مردم رهگذر با دیدن اون صحنه وحشت زده شده بودند و وقتی که جلوتر رفتن و چهره اون جوان مضروب رو دیدن بیشتر وحشت زده شدند، چون کسی که بر روی زمین افتاده بود کسی نبود جز روح الله داداشی، کسی که یکی از قهرمانهای مشهور بدنسازی کشور بودش. نه تنها اهالی کرج بلکه همه مردم ایران این پسر رو میشناختند و حالا همه وحشت زده منتظر رسیدن آمبولانس بودند تا بلکه جون اون قهرمان معروف نجات پیدا کنه. اتفاقی که در نهایت نیفتاد و قوی ترین مرد ایران همون شب کشته شد. روح الله داداشی متولد 4 بهمن 1360 در شهر کرج بود. والدینش اصالتاً اهل شهر میانه استان آذربایجان شرقی بودند. روح الله دهمین و کوچکترین فرزند خانواده بود. او ورزش رو با کشتی شروع کرد اما بدنسازی رو ادامه داد و توی این رشته خیلی موفق شد. قهرمانی‌های متعدد استانی، کشوری و حتی بین‌المللی یک طرف، ولی خب قهرمانی در مسابقات قوی‌ترین مردان ایران که در اون زمان از تلویزیون پخش می‌شد باعث شد که روح الله داداشی بین مردم خیلی شناخته بشه. خب دوستان، حالا اجازه بدید بریم به شب حادثه و ببینیم که دقیقاً در اون شب شوم چه اتفاقی افتاد. مجید فرجی، خبرنگار جوان کرجی که اون شب توی ماشین روح الله بود، به عنوان شاهد کل حادثه بعدها ماجرا رو اینطوری تعریف کرد. او گفتش که در حدود ساعت 11:30 شب روح الله با ماشین آذرای مشکیش به در خونهشون اومد تا با هم برن بیرون. اونا از یک سوپرمارکت خرید میکنن و میان توی ماشین میشینن و دوباره حرکت میکنن. کمی جلوتر یک پراید مشکی رنگ با بوقهای وحشتناک که به قول خود مجید هنوز صدای اون بوقها توی گوشش هست پشتشون قرار میگیره و مدام شروع میکنه به بوق زدن، طوری که از شکل بوق زدن و گیر دادن راننده پراید معلوم بود که اون راننده سرش درد میکرد برای دعوا. روح الله که فکر میکرد نکنه اشتباهی در حال رانندگی ازش سر زده، شیشه ماشین رو پایین میکشه تا ببینه طرف چی میگه. اما راننده پراید به محض اینکه چشم تو چشم روح الله میشه چند تا فوش ناموسی بهش میده. بعدش هم شروع به شاخ و شونه کشیدن برای اون پسر میکنه و در نهایت فریاد میزنه که اگر وجود داری بزن کنار. روح الله که اهل دعوا نبود، وقتی که متوجه شد طرف سرش برای دعوا درد میکنه، سعی کردش که با سرعت بیشتر اون محل رو ترک کنه. اما خب اون راننده پراید به دنبالش افتاد و سرانجام برای متوقف کردن ماشین روح الله پیچید جلوی ماشینش. روح الله وقتی که دید طرف واقعا دست بردار نیست، از ماشینش پیاده شد تا ببینه حرف حسابشون چیه. اما راننده پراید همین که از ماشینش پیاده شد، دوباره دو تا فوش ناموسی دیگه به روح الله داد و قمه ای رو که به همراه داشت رو هم از غلاف بیرون کشید.
اون پسر یک نوجوان ریز اندام بود و شخص دیگری هم او رو همراهی میکرد. اما قبل از اینکه روح الله بخواد باهاش حرفی بزنه، او با قمه‌ای که در دست داشت ناگهان به یک باره زیر حلق روح الله کشید. در این لحظه خون از گلوی روح الله مثل فواره بیرون میزنه. روح الله از این ضربه ناگهانی و خون زیادی که داشت ازش میرفت شوکه شده بود، اما خب قاتل دست از حملاتش بر نمی داشت و این بار قمه رو توی قلب روح الله فرو کرد. در همین لحظات شخص همراه قاتل به سمت دوست روح الله یعنی مجید هجوم میبره، اما چون او چاقو و قمه نداشت اون دو فقط با هم گلاویز شدن. در این گیرودار راننده قاتل رو به دوستش میکنه و میگه که دیگه بسشونه، بیا بریم چون زدمش. بعد با ماشین گازش رو میگیرن و خیلی سریع محل حادثه رو ترک میکنن. در این لحظات مجید که دستش به جای بند نبود فقط فریاد میزد و از مردم درخواست کمک میکرد. اما یکی از ساکنین ساختمونهای اطراف که از دور شاهد این دعوا بود، از پیش پلیس رو از اون دعوای وحشتناک مطلع کرده بود. روح الله هنوز زنده بود و مدام میگفت که نامردا زدن تو قلبم. برای خیلی ها این سوال پیش اومده بود که چطور روح الله با اون هیکل بزرگ از یک آدم ریز اندام و کم سن و سال ضربه خورده بود. خب دلیلش این بودش که روح الله اصلا آدم دعوایی نبود و اصلا فکرشو نمی کرد که اون پسر نوجوان با غمه بهش حمله کنه. مجید می گفت که به نظر او ضارب ها برای این کار از قبل برنامه ریزی کرده بودند، چون قاتل بعد از پیاده شدن از ماشینش معطل نکرد و بلا فاصله قمه رو زیر حنجره روح الله کشید. در همون حین شلوغی و رخ دادن حادثه، شماره پلاک پراید قاتل توسط یکی از ساکنین اون محل برداشته شد و همین باعث شدش که خیلی زود پلیس موفق بشه صاحب پراید رو شناسایی کنه. راننده پراید فرزند صاحب ماشین بود، پسر 17 ساله به نام علیرضا ملا سلطانی. ضارب بعد از شناسایی به سرعت دستگیر شد و بعد از دستگیری در اولین بازجویی به قتل اعتراف کرد و گفت که اصلا روح الله رو نمیشناخته و صرفا به خاطر اینکه آینه ماشینش به آینه ماشین اون خورده بود باهاش بحثش شده بود. او میگفت که به علت عصبانیت و غرور جوونی به روح الله فحاشی کرده بود و سعی کرده بود که باهاش درگیر بشه. اما وقتی که روح الله از ماشین پیاده میشه و او هیکل بزرگ اون پسر رو میبینه به شدت میترسه. او ادعا میکردش که در ابتدا این روح الله بودش که او رو کتک زد و چون برای مقابله با او زورش بهش نمیرسید، مجبور شده بود که از غمه‌ای که به همراه داشت استفاده کنه. خلاصه با انتشار خبر کشته شدن روح الله داداشی، افکار عمومی ایران به شدت متشنج شد، مخصوصا که نقل و شایعه جزئیات چگونگی قتل باعث شده بود که مردم با حساسیت بیشتری جریان دستگیری و محاکمه قاتل را دنبال کنند. برای خانواده روح الله شرایط خیلی بدی ایجاد شده بود، چون درست 40 روز قبل از کشته شدن روح الله پدرش از دنیا رفته بود و حالا خانوادش قبل از اینکه فرصت بکنن لباس سیاه عزای قبلی رو در بیارن به عزای جوان 30 سالش رو نشسته بودن. در نهایت فشار افکار عمومی و هیجان و درد این مرگ باعث شدش که اولیای دم روح الله یعنی خواهرها و برادراش درست 19 روز بعد از حادثه در 15 مرداد از دادگاه تقاضای قصاص متهم رو بکنن، تقاضایی که بعدها در یک مصاحبه علی برادر روح الله گفتش که ما تحت فشار دوستداران و علاقمندان روح الله درخواست قصاص قاتل رو کردیم، شاید اگر روند دادگاه طولانی تر می شد داغ ما هم فروکش می کرد و از خون قاتل می گذشتیم. به هر حال دادگاه کرج که با ریاست 5 قاضی برگزار شده بود در یک جلسه اتفاق رو بررسی کرد و علیرضا رو هم به قصاص نفس محکوم کرد
و دیگر همراهان قاتل رو که دو نفر بودن به ترتیب شخصی که از ماشین پیاده شده بود به 3 سال حبس و 80 ضرب شلاق و شخصی که در هنگام دعوا داخل ماشین نشسته بود و پیاده نشده بود فقط به 80 ضرب شلاق محکوم شد. قبل از اجرای حکم اعدام بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری به خاطر زیر 18 سال بودن قاتل به این حکم اعتراض کردند. اما خب اعتراضاتشون نتیجه نداشت و حکم قصاص علیرضا ملا سلطانی در ساعت 5:20 بامداد روز 30 شهریور 1390 یعنی حدود 2 ماه بعد از حادثه در گلشهر کرج در ملأ عام در برابر دیدگان 15,000 نفر تماشاچی اجرا شد. علیرضا قبل از اجرای حکم گریه و زاری زیادی کرد و بارها تقاضای عفو کرد و حتی 2 بار پاش از روی چهارپایه سر خورد. ولی خب التماساش نتیجه نداشت. حالا بعد از گذشتن 10 سال همین چند وقت پیش نامه ای از علیرضا ملا سلطانی پیدا شد که درش اینطور نوشته شده: میتونم بگم که از کاری که کردم خیلی پشیمونم. من نمیخواستم که این اتفاق بیفته چون نمیخواستم چاقو به دست بگیرم. من موقعی که از ماشین خارج شدم چاقو در دستم بود، با اون چاقو مرحوم رو زدم. شاید اگه چاقو در ماشین و یا دستم نبود اون قتل صورت نمی گرفت. از همه جوانان همسن و سال خودم میخوام که به خاطر خدا و پدر و مادرشونم که شده چاقو دستشون نگیرن. از همه مردم و ورزشکاران و دوستداران مرحوم روح الله داداشی عذرخواهی میکنم. امیدوارم که خداوند بزرگ هم منو مورد عفو خودش قرار بده. من علیرضا ملا سلطانی از کرده خودم پشیمانم و بازم میگم که ای کاش چاقو با خودم حمله میکردم. خب دوستان، اینم از جزئیات پرونده قتل قوی ترین مرد ایران، اتفاقی که نتیجه یک دعوای کوچیک و بی اهمیت بودش ولی خب در نهایت منجر به از بین رفتن زندگی دو جوان شد. حتما نظراتتون رو در رابطه با این پرونده وحشتناک برام بنویسید. مراقب خودتون باشید. تا یک ویدیو یک پرونده دیگه، بدرود.